اوکی، سلام دوباره به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. من باز امتحان کردم که ببینم اگه بتونم تصویر پشتم بندازم، ولی باز نشد. حالا فعلا تصویر سبز رو داشته باشید تو بعد. یه چند تا یادآوری که برنامه من هست هر دوشنبه از اینستاگرام 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و معمولا 11:30 شب به وقت ایران. اول نوامبر ساعت امریکا تغییر میکنه. تا قبل از اول نوامبر چون ساعت ایران زودتر تغییر میکنه، برنامه 1 ساعت زودتر خواهد بود. اول نوامبر که ساعت امریکا هم تغییر میکنه، دوباره میشه به روال قبل که برنامه 12 ظهر به وقت کالیفرنیا خواهد بود و 11:30 شب به وقت ایران. ولی تا قبل از اول نوامبر برنامه های دوشنبه فعلا 10:30 خواهد بود، 10:30 شب به وقت ایران. اوکی، میخوایم یه تمرین توپ رنگین کمان داشته باشیم که مدتی توپ رنگین کمان رو انجام ندادیم. توپ رنگین کمان برای عزیزانی که جدید به گروه هستن، این یک هدیه الهی هست که برای ما فراهم شده که بتونیم به خودمون کمک کنیم، به دیگران هم کمک کنیم. توپ رنگین کمان ارتعاش خیلی بالایی داره، از بود خیلی بالاتر هست. برای همین میزان زمان استفاده از توپ رنگین کمان 2-3 دقیقه بیشتر نباید باشه و هر روز هم نباشه برای حفظ تعادل. اگه مثلا 2 روز یه بار باشه یا هفته 2-3 بار باشه اینطوری بهتره. روزانه 2-3 دقیقه بیشتر نباشه، بعد با فاصله، مثلا 2 روز یک بار یا هفته 2 بار این مناسبه. حالا یه حسن توپ رنگین کمان اینه که شما میتونید چندین درخواست بدید همزمان، چون توپ رنگین کمان بسیار توانمنده و میتونه چند قسمت بشه و هر قسمت بره یه کاری انجام بده. برای همین توپ رنگین کمان تنها وسیله‌ای هست که شما میتونید برای خودتون و دیگران درخواست بدید و همزمان هم چند تا درخواست بدید. فقط یک نکته که باید رعایت کنید اینه که اگر برای یه شخص مشخصی از توپ رنگین کمان استفاده میکنید، مثلا میخوای از توپ رنگین کمان استفاده کنی برای فرزندت، باید ملاحظه کنید که مثلا هفته 1 بار بیشتر نباشه که تعادل فرزندتون به هم نخوره. باید ببین. You wanna come up? Yeah. جوجو میخواد بیاد بگی سلام. بگی سلام. چون معمولا من از توپ رنگی کمان استفاده میکنم برای جمع، مثلا برای کل ایران، کل مردم ایران که به نور خدمت میکنن. وقتی که از توپ رنگی کمان دارید استفاده میکنید برای کل جمع، یه مقدار جنبش فرق میکنه یا خیلی جنبش فرق میکنه با موقعی که از توپ رنگی کمان میخواین استفاده کنید برای یک نفر، مثلا برای خودت یا برای مثلا فرزندت یا برای یکی از اعضای خانوادت. خیلی جنبش فرق میکنه، چون باید رعایت بکنید که اون درخواستی که میدی و از اون توپ رنگین کمان که درخواست میدی در حد ظرفیت شخص باشه و تعادلش به هم نریزه. اینطور نیست که مثلا فکر کنی آه پس اگه من بیشتر این کارو بکنم زودتر نتیجه میده. عامل اصلی اینطور نیست. عامل اصلی خود شخصه، میزان دریافتش و ظرفیتش که چقدر اون بلسینگ رو دریافت کنه. اگه خود اون شخص دریافتی خوبی داشته باشه، 1 بار کافیه. یا حتی 1 بار از خدای مادر هم درخواست بلسینگ بدید، 1 بار کافیه. احتیاج به تکرار زیاد نداره. پس حتما رعایت کنید. اگر از توپ رنگین کمان برای شخص مشخصی استفاده میکنید، میزانش هفته 1 بار بیشتر نباشه، اونم برای 2-3 دقیقه. اگر از توپ رنگین کمان برای کل مردم ایران میخواین استفاده کنید، برای جمع، کل جمع، این میتونه هفته 2-3 بار باشه، اوکی باشه، ولی برای همون 2-3 دقیقه. اوکی، کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. البته از توپ رنگین کمان میتونید به حالت ایستاده، میتونید در حالت رقص
در هر حالتی میتونید، یعنی واجب نیست که بشینید براش، ولی خب چون حالا موقع برنامه هست و برای اینکه انرژی رو بهتر حس بکنید و تجربه بکنید، من میگم بشینید با ستون فقرات صاف. ولی میتونید در حالت رقص با چشمای باز، در حالت تحرک هم از توپ رنگین کمان استفاده کنید و ذکرش رو بگید. اوکی. اول سلام میدیم به توپ رنگین کمان. شما میخواید توپ رنگین کمان بگی ها؟ میخواید توپ رنگین کمان بگی با ما؟ ها؟ یه میخواید بری بشینی خود آفتاب بگیری، برو بشین تو آفتاب ها بیایی. خیلی جوجو خیلی سرماییه، خیلی دوست داره بشینه تو آفتاب. اوکی، اول سلام میدیم. سلام به اسم این توپ هست، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، این اسمشه. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنیم که به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای عشق به خود. بعد اول خودت دوست داشته باشی تا بتونی عشق خالقم دریافت کنی. از توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای عشق به خود آنطور که به صلاح است. بعد ذکر میگیم، همیشه بعد از درخواستا میگی اونطور که به صلاحه. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی. بذار من کامنت رو ببندم. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای بالاترین ورچو، برای سلامتی جسم فیزیکی آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، صلح، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، 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 آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای بالاترین بخشش، برای کارمای گروهی خانواده آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت از انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنن، چه در بود فیزیکی و چه در بود نوری آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق، آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان
ارس و آرامش الهی توپ رنگین کمانه، ارس و آرامش الهی از توپ رنگین کمان ارس و آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای عشق و صلح و آرامش آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای بالاترین ورچو، برای بیدار شدن از خواب دنیوی آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی از توپ رنگین کمان عشق و آرامشی در عشق و آرامش درخواست میکنم به تمام کودکان ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت برای جسم فیزیکیشون آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده برای بالاترین ورچو، برای خروج با عشق و آرامش و با شکوه آنطور که به صلاحشان است هر وقتی که وقتش باشه. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی از توپ رنگین کمان بی نهایت سپاس داریم برای خدمت ارزشمند و گرانبهایی که به ما میده، عشقی که به خلق بشر میده و بدون بازخواست به ما کمک میکنه. بی نهایت سپاس داریم از خالق مهربانم برای هدیه توپ رنگین کمان. بی نهایت سپاس داریم و از سخاوتمندی و عشق و لطف پروردگارم بی نهایت سپاس دارم. اوکی، حالا کامنت ها رو باز میکنم و بگید که حستون با این درخواست چه بود، چه تجربه کردید. کاش روزی به لندن بیام. احتیاجی نیست من به لندن بیام. ما همین موقع که موقع برنامه هستیم از لحاظ انرژی در یک فضا هستیم. با وجودی که فیزیکی در کنار هم نیستیم ولی از لحاظ انرژی در یک فضا هستیم. گریه کردم. حس شادی بهم داد. خیلی عالی بود. احساس شادی داشتم و خوشحالی گرم شدم. خمیازه زیاد، گرما و عشق، عالی بود. حس رقص و گرمای شدید درونی، آرامش و شعف. خیلی توی سر و گردنم احساس درد داشتم. میزان انرژی براتون یه خورده زیاد بوده اگه احساس درد داشتی.
یعنی باید کمتر ازش استفاده کنید. ظرفیتتون به این انرژی خورده بالا نیست. عالی بود، عالی. حس شادی و آرامش خیلی زیاد، ممنون. در حالت دراز کشیده هم میشه؟ نه ابدا. تمرینات، مراقبه ها، تمرین توپ رنگین کمان، تمرین دانلود ها، همه یا نشسته یا ایستاده، ابدا دراز کشیده نباشه. عالی فرناز جون، عالی بود. امیدوارم و امیدواری و انرژی عالی. حس کودکی، شادی، خیلی سبک شدم. حس گرما، آرامش. من هی میخوام پیام ها رو بیارم بالا، هی کیبورد میاد بالا. شادی، آرامش، امید. عالی بود، ممنون از شما استاد دانه عزیز مهربان، بی نهایت سپاس. من خیلی خوشحال و حس عالی دارم. وسط ابرو گردنم خیلی گزگز میکرد و رنگی کمانی زیبا دیدم. چه ببینم؟ میخوای بیای بالا دوباره؟ بیا 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 بقیر هی به زانوی من میزنه، میگه من توجه میخوام. توجه میخوای ببی جان؟ توجه میخوای ببی جان؟ وسط ابرو گردنم خیلی گزگز میکرد، نور سفید دیدم و واقعا انرژی زیادی در اطرافم حس کردم و آرامش. در حالت دراز کشیده هم عرض کردم که خیر. من دیدم به توپ یه توپ دراز سوراخ‌های رنگین و براق دیدم که میورخید. آرامش، شادی، انرژی، امیدواری و فراوانی سپاس. شادی، چرت زدم و چرخیدم به راست و چپ. حالت تهوع، خب یه خورده انرژی براتون زیاد بوده. اسم توپ رنگی کمان خیلی قشنگه، مرسی. این اسم که خود خالق مشخص کرده. آرامش، عشق، به شدت خوابم گرفت، ممنون. عشق آمد. توپ رنگین کمان برای درمان به میگرن هم تأثیر داره. برای میگرن بهتره از روح بزرگتون کمک بگیرید. اول ریشه یابی کنید و از روح بزرگتون درخواست کمک و درمان کنید. برطرف شدن مشکلات مردم ایران و جهان رو داشتم. بسیار عالی. توپ صورتی رنگی رو دیدم که روی کل ایران چرخید و مثل یک روبان طلایی و قیف مانند به آسمان رفت. بسیار زیبا. من شکل یک قلب در ذهنم اومد که اول داخلش پرگل بود و درون قلب با حاله رنگی کمان آسمان، شب با ابرهای آینه به ذهنم آمد. حس آرامش خیلی خوب داشتم و بدنم زیاد تکان میخورد. خیلی خمیازه، مرسی از قلب ها. این توپ از خالق جداست، مخلوق خالقه. این یک وسیله است که خالق فراهم کرده. حس شادی و امید. هر موقع لایو شما رو میبینم خیلی حس شادی دارم، حتی اگه دیر باشم. خیلی حس خوب بود، نمیخواستم از اون حالت خارج بشم. پر از ذرات نوری و حالت اکلیر، های نقره‌ای بود. اما من در حالت دراز کشیده بودم. نباید دراز بکشید. تمام بدنم مورمور. چه حسای خوبی استاد. بسته به درخواست ها نورهای زیبایی فرو می ریختن، فیروزه‌ای، صورتی، طلایی. خودم هم درمان گرفتم، یک انرژی داخلم حرکت می کرد. گرما، عشق، سپاس. سلام جوجو. دارم به شما سلام می دم بیبی جان. دارم به شما سلام می دم. بگو سلام. من به مادرت خیلی جسم خسته و حتی موقع مراقبه هم همش خمیازه می کشم و خواب آلودم. الانم همینطور بود. ای جون، استاد عزیز، من سرمایه شدید خوردم، خوابیده انجام دادم، اشکالی نداشت؟ دیگه تکرار نکنید. تمرین ها نشسته، به هر دلیلی نشسته، ابدا دراز کشیده نباشه، نشسته یا ایستاده.
حالا دیگه تکرار نکن. انرژی مثبت دریافت کردم. سپاس از لطف و مهربانی شما. خیلی زیبا و مهربان. دوست دارم. مرسی خانم مریم. چقدر نازه. مرسی. صوفی اونجا لم داده. توی آفتاب خوابیده. صوفی خیلی بغلی نیست. دوست نداره زیاد تو بغل باشه. جوجو بیشتر بغلیه. میگه که من دائم توجه میخواد. دائم میگه نازم کن. خیلی زیاد توجه میخواد. خب بی جان. من از فرشته نگهبانم درخواست میدادم چرا اهمیت نمیده. مسئله این نیست که اون اهمیت نمیده. بستگی به درخواستت داره که چه درخواستی داری و اگه مجاز باشه. چون اگه مربوط به کارما باشه اونا اجازه دخالت در کارما ندارن. ببینید معلم های نور فرشته شما، محافظین شما کل عمر با شما، یعنی اگه واقعا عشق بدون شرط به شما نداشته باشن همچین مسئولیت قبول نمی کردن. پس مسئله بی محلی نیست. مسئله اینه که باید ببینیم شاید مربوط به کارما میشه و اونا اجازه دخالت در کارما ندارن. بدنم مرمور شد. بوی عود به مشامم رسید. آیا زمان مدیتیشن بعد ذکرها با شما تکرار کنیم؟ میتونید خودتون بگید. خودتون به تنهایی میتونید ذکر بگید. دراز نباشه، دراز کشیده نباشه، تنبلی نکنید. نشسته یا ایستاده. اگر موقع تصادف انسان در اثر خروج روح از بدن احساس نمیکنه، پس چگونه کارمای خودش رو پس میده؟ جسمش، کارمای جسمش، جسمش پس میده. آرامش خود درد و ناحیه دست. توپ پر از سوراخ‌های رنگی دیدم که خیلی هم براق بود. خیلی سبک شدم. من باهاش شاد بودم. بر شما به تصویر زیبا دیدم. بر اگه ببخشید تلفن زنگ خورد، یه لحظه قطع شد. چطور توپ رو میبینید؟ مثلا نمیبینم. این با بینش درونه، با بینش بدن نوری. هرچی تراش میکنم هیچ چیز نمیبینم. اشکال نداره. یه مقدار مدتی مراقبه کنید، ارتعاشتون بیاد بالا. ممکنه این نظرات رو صحبت کنید و جواب سوالا رو بدید. پیام ها خیلی زیاد زود میاد میره. نخونم. من دوست دارم بخونم. دوست دارم تجربیات افراد رو بدونم. میخوام ببینم تجربهشون، حسشون با این تمرین چه بوده. چرا خیانت در ازدواج اخیر خیلی زیاد شده؟ کارمای خیانت، عدم عشق به خود. چشممون باز بشه؟ بله، اگه آمادگی داشته باشید. بینش ما درجات مختلف داره. اولین مرحله بینش، بینش بدن نوریتونه که وقتی چشمتون میبندی اون چیزایی که میبینید، مثلا توپ رنگی کمان که افراد میبینن، با بینش بدن نوریشونه. میزان بینش بستگی به سطح ارتعاش و میزان باز بودن قلب داره و آمادگی ذهنی. از توپ رنگی کمان میشه درخواست درمان کرد برای یک شخص دیگه که بیماره؟ بله، ولی همونطور که گفتم اگر برای یک شخص مشخص از توپ رنگین کمان استفاده می کنید، هفته یک بار بیشتر نباشه و 2-3 دقیقه. چرا حالت دراز کشیده نباید بکنید دیگه؟ حالا شما حالا فعلا حرف گوش بدید، دراز کشیده نباشه. جوجو نمی بینید تو تصویر؟ بیا بیا شما رو ببینم. بیشتر خوب من با شما بشکن زدم، رقصیدم و حس عالی و رنگ بنفش دیدم. خواب از سرم پرید. شیر دادن به نوزاد، خواب شیر دادن به نوزاد چیه؟ خواهرم مجرد خواب دیده بچه شیر میده.
ممکنه کودک درونش بوده، یعنی داره به کودک درونش تغذیه میده. بچه تو خواب معنای متفاوتی میتونه داشته باشه، ولی احتمال داره که یعنی داره به کودک درونش توجه میده. برای جذب آدم خاص بهره برد. اگه منظورتون مثلا جنس مخالف و ازدواج و اینجور چیزا هست، اون عامل اصلیش خودتی. میتونی به خودت بلسینگ عشق به خود بدی، از روح بزرگت کمک بگیری که کمکت کنه عشقت به خودت بیشتر بشه و دریافت عشقت بیشتر بشه تا بتونی افراد رو جذب کنی. عامل دلیل جذب خودتی. شما دانشتون خیلی زیاده مهربانه، متشکر. دخترم کنارم خوابیده بود، اشکالی نداره؟ اگه نشسته و بیدار باشه بهتره، برای حفظ تعادل بهتره که نشسته و بیدار باشه. دست چپم درد داره، کارماشو حل کردم، چیکار کنم؟ درخواست ریشه یابی و آگاهی و درمان. اول ریشه یابی، از روی بزرگتون درخواست کنید چرا دستم درد میکنه، ریشش چیه، بعدم میتونید درخواست جراحی روحی بدید. جواب مثبت مهاجرتم تو این ماه بیاد، میتونید برام کاری بکنید یا میشه بگید من خودم چیکار کنم؟ میتونید از توپ رنگین کمان استفاده کنید، هفته یک بار کافیه، چون برای خودت شخصا، و میتونی بگی از توپ رنگین کمان درخواست میکنم به من بلسینگ بده برای فراهم شدن اقامتم آنطور که به صلاحمه، و میتونید یه ریشه یابی هم بکنید از معلمای نوریتون که چرا فراهم نشده یا چه چیزی مانع فراهمش میشه. در حال راه رفتن ذکر گفت بله. در خواب ظهر میشه از روح بزرگ درخواست داد؟ بله، ولی بستگی به نوع درخواست داد، ولی بله. چطور میتونیم کارمای اجدادیمون رو پاکسازی کنیم؟ قبل از خواب از روح بزرگتون درخواست کنید به کارمای اجدادی درمان بده. تو خیلی خوب هستی، خدا شکر که شما رو برای ما فرستاده، متشکر. خودت هم خوبی. هر زمان بخوابید میتونید درمان بدید، قبل از خواب میتونید درخواست بدید. فقط باید یه چیزی رعایت بکنید، مثلا اگه شما بعد از ظهر خوابیدی و درخواست دادی، مخصوصا اگه درمان به کارما داری درخواست میدی، بعد شبم قبل از خواب بخوای درخواست بدی، این ممکنه یه خورده زیادی بشه، چون شما موقعی که داری کارما حل میکنی، خودتی که تو فضای خواب داری کارما حل میکنی. بعد اگه مثلا بعد از ظهر درخواست حل کارما دادی، شبم دوباره درخواست قبل درخواست حل کارما دادی، این ممکنه خسته‌ات کنه، چون خودتی داری حلش میکنی، روح بزرگ بهت کمک و هدایت میده، ولی خودتی که داری کار انجام میدی. چه کنیم که وقتی داریم خواب میبینیم بفهمیم که الان خواب هستیم؟ با سطح ارتعاش قبل از خواب مراقبه کنید. اون چیزی که حضور ذهنتو در خواب بیشتر میکنه سطح ارتعاشت در اون فضای خواب. آیا اشتباهه که به فردی که به همون علاقه نداره انرژی بفرستیم تا به ما علاقه مند بشه؟ زور و تحمیل کارما ایجاد میکنه. عشق اجباری نیست. به قول مادر بزرگم همیشه قبلنا میگفتم، میگفتن عشق تزریقی نیست، باید تو وجود یکی باشه. حالا شما باید از خودت بپرسی که چرا من به کسی علاقه مندم که به من علاقه نداره. این ریشه در خودت داره و یکی از ریشه ها عدم عشق به خوده، ولی یکی از ریشه های دیگرش عدم آمادگی برای رابطه است. ما خیلی از این بازیه با خودمون میکنیم که مثلا ذهنی احساسی آمادگی نداری، ولی به روی خودت نمیخوای بیاری. اینا از غرور و از دیدگاه های کاذب و از عدم آگاهی به خودت. بعد به روی خودت نمیخوای بیاری،
و نمیخوای بگی، مثلا نمیخوای بر خودت بیاری که خب من خودم رابطه نمیخوام، من خودم از عشق میترسم، شرایطی فراهم میکنی که با به کسی علاقه من بشه که به تو علاقه نداره. بعد میگی که خب ببین من میخوام، من رابطه میخوام، من مثلا این شخص میخوام جذب کنم، ولی خب اون منو نمیخواد، یا فراهم نمیشه یا جور نمیشه. اینا خیلی وقتا عدم آمادگی خودت برای رابطه، که مثلا یا از عشق میترسی یا از شکست میترسی یا میترسی قلبت بشکنه یا از جدایی میترسی. و بعد از خودت بپرسی که چه چیزی در من مانع دریافت یک رابطه خوب و پر عشق و برکت شده. چون اگه تو در درون خودت هماهنگ باشی و از این ترسا نداشته باشی، به راحتی شخص رو جذب میکنی که هم تو اونو دوست داشته باشی، هم تو اون تو رو دوست داشته باشه و رابطه خوبی باشه. اگه این هماهنگی و تعادل نیست، باید بپرسی از خودت که چه چیزی در من باعث شده که من بخوام پیگیر کسی بشم که به من علاقه نداره؟ چه چیزی مانع دریافت یک رابطه خوب و پر عشق و برکت شده؟ عامل اصلی همیشه خودتی. یعنی به جای اینکه بخوای به زور یه شخصی رو جذب کنی، به خودت توجه بده و وقتی خودت رو تغییر بدی، تغییرات خودت ممکنه یا اون شخص رو به تو جذب کنه یا ممکنه یه شخص دیگری که برات بهتر و مناسب تره به خودت جذب کنی. زور و تحمیل اصلا لازم نیست و کارما هم ایجاد میکنه اگه یه چیزی رو به زور بخوای. هر کسی اختیار داره. بعد ببینی خب آیا تو خوشت میاد یکی تو رو به کوه، آیا تو دوست داری کسی به تو زور و تحمیل بکنه، تو رو مجبور به دوست داشتن بکنه؟ مسلما نه، هر کسی آزاد به اختیار داره. و یه نوع خودخواهی هم هست که چون من اونو دوست دارم اونم باید منو دوست داشته باشه. یه مقدارش هم از خودخواهیه، ولی اصل مطلب اینه که تو اگه خودتو دوست داشته باشی و آمادگی رابطه داشته باشی، دریافت میکنی و جذب میکنی یک رابطه خوب. متشکرم، خدا رو شکر که شما هم هستید. بیشتر از 10 دقیقه توی مراقبه بمونیم چرا؟ بیشتر از 5 دقیقه مراقبه باید معمولا روزانه 20 دقیقه باشه، حداقل 20 دقیقه. استاد شجاعی چخه تمسخ، من چک نکردم، ایشون روح آگاه و خوب و در مسیر نوری داشتن، ولی من نپرسیدم، سوالی در موردشون نپرسیدم. وقتی میفهمم انتخاب شما برگشت دوباره به این بود نیست، خیلی دلم میگیره. برای چه دلت میگیره؟ و ممکنه خودت هم دیگه به این بود بر نگردی دیگه، برای چی دلت میگیره؟ بعد بر من خوشحال باشی که من دیگه مجبور نیستم به این بود برگردم. این سگ‌ها چقدر موجودات دوست داشتنی هستن. بله، هم دوست داشتنی هستن، هم خیلی کار دارن و زحمت و هزینه. مگی نه؟ خوش به حال جوجو. بله، این سگا فعلا در شرایط خوبی هستن، خوشبختانه. پرواز کردن روح در خواب چیه؟ یا ارتعاشت بالا بوده وقتی میبینی پرواز میکنی؟ اوکی، الان نزدیک ساعت 2 وقتمون تمام شده. از حضور همگی بی نهایت سپاس دارم. امیدوارم شاد و تندرست باشید تا دوشنبه بعدی در آغوش گرم خالق باشید. از اینکه این ساعت فراهم شده که با هم باشیم بی نهایت سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.